سلام همه شما دوستای خوبم، اسم من علیرضا، اینجا ویدار تویژن و خیلی خیلی خوش اومدید به قسمت چهارم از آموزش نرم افزار 3D Max. توی این قسمت خیلی قرار نیست یک ابزار اصلی و کارآمد رو بخوایم بهتون آموزش بدیم. یه سری نکات و یه سری ابزارهایی رو قراره بهتون یاد بدیم که خیلی خیلی باهاش سر و کار دارید. در واقع کل کارتون با این دو چیز هست، یه سری ابزارهایی مثل کپی، هاید و آن هاید و این قبیل باید بریم تو محیط نرم افزار بهتون آموزش بدم و خیلی خیلی دقت کنید، خوب یاد بگیرید. نکات ساده یه نکات سخت و پیچیده ای نیست، خیلی مفهومی نیست، صرفا میشه گفت یه سری گزینه است که با یاد گرفتنش شما میتونید کار خودتون رو راه بندازید، راحت تر کارتون رو انجام بدید. یه سری نکاتی میگم، یه سری هاتکیایی میگم که استفاده ازش به شدت مهمه، یعنی باید ازشون استفاده کنید. استفاده نکنید اصلا نمیتونید کار انجام بدید، تایم کارتون یهو میبینید 10 برابر 20 برابر میشه. واقعا اقراق نمیکنم میشه این ضریبیو که بهتون گفتم. پس با دقت نگاه کنید این ویدیو رو، امیدوارم که خوشتون بیاد. بریم داخل محیط نرم افزار. خب وارد محیط نرم افزار میشیم، بدون مقدمه بریم سراغ اولین مبحثی که میخواییم بهش بپردازیم، یعنی کپی گرفتن. کپی گرفتن چجوریه؟ وقتی که شما بخواید از هر شی یا آبجکتی که توی صحنه تون دارید، بذاری من چند تا آبجکت رو کشم اینجا تو صحنه، چند تا باکس میکشم، چند تا تیپاتس میکشم اینجا، یه چند تا اسفیر میکشم. خب شما برای اینکه بخواید کپی بگیرید از هر جسمی، از حتی یه دونه یا چند تا آبجکت یا شی یا هر چیزی کلا بخواید کپی بگیرید توی این نرم افزار، با استفاده از دکمه شیفت، شما با شیفت خیلی راحت میتونید از هر چیزی که دلتون میخواد کپی بگیرید تو 3D Max. حالا شیفت با چی؟ مثلا من اینا الان سلکت کنم هی شیفت رو بزنم که کپی نمیگیره که، درسته. برای اینکه بخواید کپی بگیرید بعد از طریق ابزارهای ترانسفورم به علاوه شیفت استفاده کنید. ابزارهای ترانسفورم چی هن؟ یعنی موف کردن، روتیت کردن و یا اسکیل کردن. من اگه این اسفیری که الان اینجا هست رو بیام مووش کنم و همزمان باهاش شیفت رو بگیرم، این میاد برای من کپی انجام میده. یک همچین پنجره باز میشه که اولیش نوشته کپی، دومی اینستنس و رفرنس که بعداً بهش می‌پردازیم، الان مبحث ما نیست. و اینجا تعداد کپی که میخوام بگیرم، اینجا مثلا میتونم عددش رو وارد کنم و یا با این دکمه که اینجا قرار داره یه تعدادی رو خودم بهش نسبت بدم. اینجا میتونم اسم اون کپی هایی که میخوام بگیرم رو مشخص بکنم، مثلا من عدد 4 رو اینجا وارد میکنم، اوکی میکنم و میبینید که 4 بار برای من به غیر از اولین جسم که سلکت بود 4 بار اومد برای من اینجا کپی گرفت. بعد این کار رو من میتونم بیام تو تمام جهات مختلف انجام بدم، یعنی توی این صفحه من میتونم بیام کپی بگیرم مثلا 2 تا 3 تا، میتونم بیام توی محور زد، توی محور ایکس، توی محور وای، توی هر محوری که دوست دارم میتونم بیام این کار رو انجام بدم با استفاده از ابزار موو و شیفت. حالا به غیر از موو ما میتونیم، گفتم، از روتیت و اسکیل هم استفاده کنیم برای کپی گرفتن. برای مثال بذارید من این رو ایزوله کنم، حالا هاتکیشم جلوتر بهتون میگم، بهش خواهیم پرداخت. میام توی این نما، توی این نما وقتی بیام F3 رو بزنم که خود آبجکت رو ببینم، با استفاده از روتیت کردن و قبلش دوباره شیفت گرفتن میتونم بیام ازش کپی بگیرم. الان مثلا من با این زاویه 16.39 وقتی شیفت رو نگه دارم و یک عددی رو وارد کنم، میتونم بیام چند تا کپی توی این راستا بگیرم. یعنی همچین شکلی من دارم، اومدم توی یه زاویه مختلف از شکلم کپی گرفتم. همین داستان ما دوباره توی اسکیل کردن داریم. یعنی چی؟ یعنی من میتونم با نگه داشتن شیفت و اسکیل کردن یه تعدادی کپی بگیرم. دوباره این پنجره سم باز میشه، مثلا میزنم 5 و میبینید که کلی اومده واسه من کپی گرفته. حالا میام دونه دونه سلکتشون میکنم، مووشون میکنم که ببینید این چه کپیاشون میرن تو هم دیگه. الان اگه من دونه دونه اینا رو موو کنم، متوجه میشید که تمام کپی ها رو واسه من گرفته و این همچین شکلی به همچین تعداد اسکیلی که داشتم واسه من اومده کپی رو انجام داده. خب به غیر از اینا من میتونم بیام کپی درجا بگیرم از کارم. یعنی چی؟ یعنی که من الان این باکسی که اینجا قرار داره، من میخوام از همین باکس روی خودش دقیقا همین جایی که هست یه کپی بگیرم. برای این کار میتونم چیکار کنم؟ میتونم بیام کنترل وی بزنم، هم کنترل سی، کنترل وی کلاسیکی که
توی ویندوز هم ازش استفاده میکنیم، توی مکس هم هست. با کنترل وی میتونم خیلی راحت از همون اوبجکت سر جای خودش ازش کپی درجا بگیرم به اصطلاح. اوکی کنم و وقتی که اینو موو کنم میبینم که کپی دقیقاً روی خود همون اوبجکت گرفته. کپی گرفتم، مبحث ساده ایه، به صورت کلی الان واسهتون توضیح دادم، همین چیز دیگه ای نداره. یه سری نکته داره راجع به اینستنس رفرنس که بعداً بهش میپردازیم. خب مبحث بعدی که میخوایم بهش بپردازیم مبحث گروه و گروه بندی. یکی از مهمترین بحث ها، یکی از مهمترین بخش ها توی مدیریت صحنه است، بخشی که استفاده ازش میشه در آینده، مخصوصا وقتی که پروژهاتون سنگین بشه، مخصوصا وقتی که بخواید آبجکت های زیادی رو داخل صحنتون قرار بدید، صحنتون شلوغ بشه، یک کاریه که به شدت میتونه بهتون کمک بکنه. گروه بندی. گروه بندی یعنی چی؟ یعنی که من بیام چند آبجکت رو توی یک گروه با همدیگه قرار بدم. یعنی چی؟ من الان تمام این آبجکت هایی که توی این صحنه دارم، هر کدومش این آبجکت جدا هن، میبینید؟ رو هر کدومش بیام کلیک بکنم فقط خودش سلکت میشه. یعنی اینا هر کدوم جدا از هم قرار دارم. من میتونم بیام اینا رو با همدیگه گروه بکنم. چجوری؟ مثلا اینا رو سلکت میکنم، با کنترل به سلکشن هم اضافه میکنم و از این طریق این بالا گزینه چهارم گروپ میتونم اینجا روی گروپ کلیک کنم، زیر منوش برای من باز میشه و دوباره روی گروپ کلیک میکنم. اینجا میتونم اسمی که واسه گروه هم میخوام استفاده کنم رو بنویسم، تایپ کنم. مثلا من اینجا مینویسم تیپ هاتس و اوکی میکنم. الان یه گروه برای من ایجاد شد، یه گروهی که تمام تیپ هاتا وقتی که روی یکیشون کلیک کنم سلکت میشه. یعنی تمام تیپ‌ها رفتم واسه من توی یه گروه قرار گرفتن. حالا چه تنظیماتی داریم ما بعد از این که میایم یه سری آبجکت رو توی گروه قرار میدیم؟ وقتی که گروهتون رو سلکت کردید، از این بالا دوباره وقتی گروه کلیک بکنید، یه سری زیرمنوهای دیگه‌اش براتون فعال میشه، مثل آن گروپ کردن. شما وقتی که کارتون تموم شد، خواستید به حالت قبلی برگردن، میتونید دوباره اونا رو آن گروپ کنید و وقتی که از حالت سلکت خارج بشید، می‌بینید که دوباره همشون از هم دیگه جدا شده. حالا من دوباره میام اینا رو با هم دیگه گروه میکنم تا به بقیه گزینه هاش بپردازیم. وقتی که شما یک گروه رو سلکت بکنید، میتونید بیاید بدون اینکه اینها رو آن گروه کنید به محتویات داخل اون گروه دسترسی داشته باشید. چجوری؟ با اوپن کردن اون گروه این اتفاق میفته. شما وقتی که بیاید اینجا اوپن کنید گروهتون رو، یک براکت صورتی میبینید دور کل کارتون ایجاد میشه، یعنی دوره یه محدوده ای میاد در واقع واسهتون دور اون گروهی که دارید ایجاد میکنه. حالا من هر کار دیگه ای که الان توی این گروه انجام بدم داخل همین گروه اتفاق میفته. برای مثال اگه بیام کپی بگیرم، داخل همین گروه واسهمن اتفاق میفته. یعنی این کپی های جدیدی که اضافه شد توی همین گروه هست. من اگه بخوام بیام اینا رو خارج کنم، باید اینا رو دیتچ کنم از این طریق. اینجا مثلا میخوام این دوتایی که الان اضافه کردم رو از این گروه خارج کنم، بعد بیام اینجا دوباره توی گروپ و اینجا دیتچ رو بزنم. وقتی که دیتچ رو بزنم، این دوتا میبینید از گروه خارج شد. به محض اینکه دیتچ رو زدم، دوباره این محدوده گروه من محدود شد به همین سه تا دونه آبجکت. اگه بخوام دوباره اینها رو اضافه کنم به گروهم، باید بیام اینجا اتش رو بزنم. وقتی که اتش رو زدم، باید بیام اینو نسبت بدم به اون گروه خودم. یعنی دوباره روی یکی از آبجکت های این گروه باید سلکت بکنم تا این دوتا تیپات بیاد نسبت داده بشه به این و دوباره توی این گروه من قرار بگیره. این تمام گزینه هایی هستش که گروه داره. اگه بخوام دوباره از گروهم خارج بشم، اینجا کلوز رو میزنم و گروه هم رو در واقع میبندم، ولی دوباره میتونم بیام اینها رو اوپن بکنم از این طریق و یا اکسپلودشون کنم. اکسپلود یعنی که تمامش رو میاد از هم دیگه جدا میکنه، جوری مثل آن گروپ عمل میکنه برام. یه قابلیت دیگه ای هم که توی گروپ کردن ما داریم اینه که ما میتونیم بیایم گروه رو توی گروه ایجاد بکنیم. یعنی چی؟ بذارید من یه صحنه اینجا الان یه دقیقه درست بکنم. برای مثال ما اگه همچین تعداد آبجکت رو داشته باشیم، من اگه بیام این آبجکت ها رو داخل یه گروه قرار بدم و حالا بیام ببینید الان اینها خودشون یه گروه هستن و بیام مثلا سه تا دونه آبجکت هم از این ور دوباره بیام با اینها گروهشون بکنم، ببینید الان یعنی در واقع شد دو تا گروه.
اینا خودشون یه گروه بودن که با اینا اومدن توی گروه قرار گرفتن. اگه حالا بخوام اینها رو از هم دیگه جدا بکنم، یعنی یه آن گروه بزنم، میبینم که اینا از هم جدا شدن ولی این گروه هم هنوز سر جاش هست. یعنی ما همزمان میتونیم چند تا گروه توی هم داشته باشیم. متوجه میشید؟ یعنی من میتونم اینها رو بیام دونه دونه با این اسفیرهای مختلف گروه بکنم و همچنان هی گروه توی گروه بسازم و این هم خیلی میتونه کمکمون بکنه بعدن توی مدل سازی های پیچیده با تعداد آبجکت های بالا. خب تمام چیزهایی که توی گروه بود رو بهتون دوباره گفتم اینجا بچه ها. هیچ چیز دیگه ای توی گروه یا گروه کردن نمونه که بخوایم بهش بپردازیم. بریم سراغ مبحث بعدی. خب مبحث بعدی یه سری هاتکی هایی هستش که میخوام بهتون آموزش بدم، یه سری کلید های میانبر نرم افزار که تو همین چند دقیقه که من الان کار کردم، همین چند دقیقه که یه سری چیزا رو بهتون درس دادم، دقت میکردید میبینید که خیلی ازشون استفاده کردم. یکی از اون چیزا وقتی اومدم همین اسفیر ها رو ازشون کپی بگیرم، بذارید من پاک کنم خیلی هاشو. وقتی اومدم همین اسفیر ها رو ازشون کپی بگیرم، میدید یه هم اصلا من اومدم اینا رو همه رو یکیش کردم. این در واقع یکی نشده، من میام این رو ایزوله میکنم، این آبجکتم رو. ایزوله کردن یعنی چی؟ یعنی هر آبجکت دیگه‌ای که داخل صحنه هست هاید میشه، به اصطلاحی پنهان میشه و فقط اون آبجکتی که من سلکتش کردم رو میاد محیط نرم افزار به من نشون میده. به این کار میگن ایزوله کردن که شما دکمش هم این پایین ببینید، ایزوله سلکشن. هاتکیش چیه؟ Alt و Q. شما با فشردن دکمه Alt و Q خیلی راحت میتونید هر آبجکتی که میخواید رو ایزوله کنید، فقط همون آبجکت رو ببینید. حالا از این به بعد اگه کپی بگیرید هر چقدر که میخواید، اگه گروپ کنید، هر کاری دیگه که میخواید انجام بدید، تو این صحنه‌تون اتفاق میفته. اگه بخواید دوباره ایزوله کنید، دوباره باید برید این کارو انجام بدید. ولی وقتی ازش خارج بشید دیگه مثل اون گروهو اینا نیستش که گفتم هی میتونید گروه تو گروه ایجاد کنید. یه بار از ایزوله بیایید بیرون، کلن واسه تون از فاز ایزوله خارج میشه. اینجوری نیستش بگید نه دفعه قبلی مثلا من همین یه دونه رو فقط سلکت کرده بودم، برگرده به اون حالت. این کلن میاد از اون حالت واسه تون خارج میکنه ایزوله بودن رو. ولی نکته کاربردی، یه خیلی بهش خواهید پرداخت بعداً پروژه های مدلی که یه ذره صحنه‌تون شلوغ بشه، بعد روی آبجکت خاص بخواید مثلا شما یه ادیتی انجام بدید، کاری انجام بدید، برای اینکه دور و اطراف محیط تنفسرتون خلوت‌تر باشه، حتما از این گزینه استفاده خواهید کرد. یه آلت کیو می‌زنید، خیلی راحت هم زوم می‌کنه واسهتون روی آبجکت، هم ایزولش می‌کنه به صورت کامل. یه نکته دیگه که می‌خوام بهتون بگم اینکه شما می‌تونید چند تا آبجکت رو با هم ایزوله کنید. یعنی من می‌خوام تمام این آبجکت‌هایی که الان سلکت کردم رو ایزوله بکنم. این اتفاق هم می‌تونه بیفته. خیلی راحت شما می‌تونید این کارو انجام بدید. خب پس بعدی که می‌خوام بهتون بگم بچا هاید و آن هایده، از این کارم زیاد استفاده میکنید. این همه برای وقتی که یک مقداری شما دیگه دارید کار حرفه‌ای انجام میدید و صحنه‌تون یه ذره وقتی که شلوغ بشه، شما از تمام این گزینه‌ها زیاد استفاده خواهید کرد. حالا بریم سراغ هاید و آن های چجوریه. خیلی راحت ما میتونیم یک کلیک راست بکنیم توی آبجکت و اینجا گزینه‌های مختلفی که برای آن هاید و هاید کردن قرار داره رو انتخاب بکنیم. اولین گزینه هاید سلکشن، یعنی وقتی که این گزینه رو من بزنم، اون آبجکتی که انتخاب کرده بودم هاید میشه، پنهان میشه به عبارتی. برای اینکه بخوام اونو دوباره برش گردونم، یک کلیک راست میکنم و اینجا آن هاید آل رو میزنم. آن هاید آل رو وقتی بزنم، میاد اون آبجکتی که من قبلا هایدش کرده بودم رو دوباره واسه من برمیگردونه. این حالا میتونه به صورت تک کلیک و یا چند تا آبجکت باشه، میتونم همه اینها رو با هم دیگه هاید بکنم و یا دوباره آن هایدشون کنم. گزینه بعدی هاید آن سلکتد هست، یعنی یه جورایی مثل این میمونه که من بیام یه کنترل آی بزنم بقیه رو سلکت کنم و هاید بکنم. این اومده این حالت رو با یه گزینه در اختیار ما گذاشته، یعنی هاید آن سلکتد، هر چیزی که من سلکت نکردم بیاد هاید بشه. ببینید این هم باز یه گزینه که خیلی میتونیم ازش استفاده بکنیم، گزینه شاید کمتر کاربردی ولی مهم. باز دوباره من میام اینها رو همه رو آن هاید میکنم. بریم سراغ گزینه بعدی، یعنی آن هاید بای نیم. اینجا اسم آبجکت هایی که من قرار دادم باز میشه، که حالا اگه من اسم گذاشتم و آبجکت هم اسمشون اینجا میومد، اینجا میتونید با استفاده از اسم ها این کار رو انجام بدید. در کل مبحث ساده ایه، چیز خیلی زیادی نداره، ولی
نگوشه ذهنتون داشته باشید که میتونید آبجکتاتون رو هایدان هایت کنید، میتونید آبجکتاتون رو از صحنتون ببرید بیارید دوره، ولی این همش به ویوتون بستگی داره. یعنی اینکه اون دیدی که شما نسبت به نرم‌افزار دارید واسه آبجکتتون اتفاق خاصی نمیفته، تایشی آن هایدال بزنید همش برمیگرده. در کل بیارتون باشه که استفاده بکنید، گزینه‌های کاربردی هست. خب بریم سراغ یکی از مهمترین مبحث‌های نرم‌افزارمون، هاتکی‌های ابزارهای ترانسپورت. یه نکته بذارید قبلش بهتون بگم، توی اکثر نرم افزارها بچه ها شما وقتی مثلا توی دستوری هستید، مثلا توی الان دستور باکس قرار دارم، خب وقتی از اون دستور خارج بشید با کلیک راست شما میتونید توی نرم افزار مکس از هر دستوری که توش هستید خارج بشید، یه کلیک راست بکنید از اون دستور تر میاد. اما نکته که من میخوام بگم کجاست، اینجاست که شما توی اکثر نرم افزاری دیگه وقتی از دستور خارج میشید بای دیفالت میاد براتون حالت سلکت انتخاب میشه. یعنی شما از دستور بیایید بیرون روی هر چیزی سلکت کنید اون سلکت میشه، منتها روی هر چیزی موستون رو بیارید اون سلکت میشه، بهتر بگم منتها توی نرم افزار مکس ما حالت سلکت حالت پایمون نیست، ما در واقع یه دونه حالت پایه نداریم، ما 6 تا حالت پایه داریم. یعنی چی؟ من الان اینجا بای دیفالت حالت سلکت اند موو برام میبینید که سلکت هست. حالا من میام مثلا اینو روی اسکیل قرار میدم، وقتی که مثلا یه دستوری مثل باکس رو انتخاب کردم ازش اومدم بیرون و اومدم یه آبجکت رو اینجا دوباره سلکت کردم، میبینید که دیگه اینجا واسه من سلکت اند موو انتخاب نیست و روتیت الان برای من انتخابه. من الان اگه دست بزنم این آبجکت، این آبجکت بزرگ کوچیک میشه. چرا؟ بخاطر اینکه قبلش اینجا واسه من اسکیل انتخاب شده. یعنی چی؟ یعنی شما بستگی به اون حالتی که الان درش قرار دارید، یعنی سلکت اند روتیت اسکیل سلکت اند پلیس و لینک، شما وقتی از دستور خارج بشید بسته به این 6 حالت میاد براتون اون اتفاق صورت میگیره. خب حالا همه اینایی که گفتم به چی میخوام برسم؟ به این میخوام برسم که بچه شما باید هاتکی های اصلی نرم افزار، یعنی سلکت که هست کیو، موو که هست دبلیو، روتیت که هست ای و اسکیل که هست آر رو همیشه دستتون روش باشه. یعنی چیزی نیستش که شما بخواید باهاش از این نوار ابزارهایی که این بالا هست استفاده بکنید، یه چیز واجبه. شما باید با کیو دبلیو ای و آر دقیقاً به ترتیبی که اینجا قرار داده هاتکیش توی کیبورد ما قرار داده شده، کیو یعنی سلکت، دوباره میگم موو یعنی دبلیو، روتیت یعنی ای و اسکیل یعنی آر، ترتیبشون اینجا اومده دقیقاً روی کیبورد ما قرار گرفته کیو دبلیو ای آر که ما راحت تر باشیم توی استفاده کردن از این هاتکی ها. پس چی شد؟ شما وقتی که از یک حالتی از یک دستوری خارج شدید 6 تا حالت پایه دارید که باید حواستون باشه وقتی از اون دستور خارج شدید روی چه حالتی قرار هستید. مثلا من اگه خواستم اینجا الان این باکس رو بعد از اینکه مثلا اینجا یه باکسی کشیدم خواستم اینو مووش کنم، وقتی از باکس اومدم بیرون اگه حواسم نبود که این رو حالت سلکته و بیام مثلا مووش کنم، میبینید که اصلا میچرخه. چرا؟ به خاطر اینکه رو حالت موو نیست. بعد بیام اینجا دبلیو رو بزنم یا از این بالا بزنم که حرکت درستی نیست از این بالا زدن و حالا کارم رو که مثلا میخوام انجام بدم رو بیام بهش بپردازم. حالا ممکنه براتون یه سوال پیش بیاد که من مثلا الان رو حالت سلکت قرار دارم و دوباره هاتکیشو میزنم، چه اتفاقی میفته؟ میاد وقتی که شما توی یه حالتی قرار دارید دوباره هاتکیشو میزنید، میاد مودهای سلکشن رو واسهتون عوض میکنه. شما این قسمت رو ببینید الان بچه ها، من الان هی کیو رو پشت سر هم میزنم، میبینید مودهای سلکشن تو قسمت یک آموزش مکس اینا رو بهتون گفتم، کامل اینو رو واسهتون توضیح دادم، میاد مودهای سلکشن رو واسهم عوض میکنه. دقیقاً اسکیل رو وقتی من میخوام باش این کارو انجام بدم همینطور، میاد دونه دونه واسه من مودهاش رو عوض میکنه، مودهای مختلف سلکت رو میاد برام میده. پس اگه یه آبجکتی سلکت بود بای دیفالت، یعنی مثلا اینجا سلکت گزینه پیشفرض انتخاب ما بود، اینجا اگه دوباره بیایم هم هاتکیش رو بزنیم مودش عوض میشه. اینو باید یادمون باشه که من میتونم اینجا بیام
با کلیک به صورت دستی روی این قرارش بدم. پس الان هاتکی های اصلی ابزار ترانسفورم رو یاد گرفتیم که QWER بود، علاوه بر اون اینم یاد گرفتیم که ما از هر دستوری خارج شدیم باید اون حرکتی که میخوایم توی ترانسفورمون انجام بدیم، اگه میخوایم موف کنیم، اگه میخوایم روتیت کنیم، بعد قبلش اون حالتش رو سلکت کنیم. پس خیلی مهمه که ما از این هاتکی ها استفاده کنیم که اگه خواستیم یه آبجکتی رو مثلا بعد از اینکه از یه دستوری خارج شدیم مووش کنیم، سریع بتونیم با یه W خیلی راحت بیایم توی قسمت موو و گزینه موو رو فعال بکنیم. توی این قسمت نرم افزار مکسی یه مقدار نسبت به نرم افزارهای دیگه متفاوته، ولی خیلی زود یاد میگیرید این حالت رو. یه ذره تمرین کنید، همین الان به سادگی میتونید یاد بگیرید این موضوع رو و براتون جا میفته، چیز سختی اصلا نیست. خب بریم سراغ یک سری از کلیدهای میانبری که حیاتی، خیلی خیلی واجب و ضروری برای اینکه شما باید توی هر کاری که توی نرم افزار مکس انجام میدید ازشون استفاده بکنید. اولین گزینه، گزینه زوم این و زوم اوت. شما میخواید روی آبجکت زوم کنید، بعد از غلطک موستون استفاده کنید، با استفاده از اسکرول داون و اسکرول آپ. اسکرول داون یعنی زوم این، اسکرول آپ یعنی زوم اوت. میتونید خیلی راحت این کار انجام بدید، ولی یه چیزی داره این زوم اینو زوم هست. من الان یه دونه زوم میکنم به سمت پایین، این حالت تیکی داره. من اگه بخوام بین این زاویه که الان قرار دارم و یه دونه میام عقب و این زاویه قرار بگیرم، باید چی کار کنم؟ ما یه گزینه‌ای داریم به نام زوم توی خود نرم افزار مکس که اینجا قرار داریم پایین سمت راست، ببینی نوشته زوم، که هاتکیش چیه؟ Alt و Z. وقتی من این رو بزنم میریم داخل دستور زوم. حالا میتونیم ما با کشیدن به سمت پایین و کشیدن به سمت بالا این زوم رو بیاییم به صورت کاملا اسموت، خیلی نرم این کار رو انجام بدیم. خیلی راحت من الان میتونم از اون حالت تقیی که داشت خارج بشم. ببینید الان خیلی یه هویی واسه این کار انجام میده، ولی من یه Alt و Z که بزنم میاد واسه من هر چقدر که دلم بخواد این کار انجام بده. دقیقا با استفاده از اون موسمو که بالا پایین میکنم، دقیقا این زوم این زوم اوت واسه من انجام میشه. حالا ما اگه بیایم روی همین اسکرول در واقع کلیک بکنیم و درگ بکنیم، به این کار میگن کلیک درگ، یعنی که من اینو روش نگه دارم و بکشمش این ور اون ور، یعنی کلیک درگ به اصطلاح ترجمه فارسیش میشه. این کار اگه بیام انجام بدم یه حرکتی اتفاق میفته به نام پن، یعنی که من میتونم ببینید توی همین دیدی که قرار دارم جای دیدم رو عوض بکنم، توی همین زاویه میتونم بیام جایی که هستم رو جابجا بکنم. من الان دارم پن میکنم، دستم رو میذارم روی اسکرول موس، فشار میدم و میکشم این ور اون ور، میکشم سمت راست و چپ یا بالا و پایین، هر کدوم رو انجام بدم واسه من پن اتفاق میفته. حالا همین پنی که دارم انجام میدم اگه Alt هم همزمان باهاش بگیرم میاد دور آبجکتم میچرخه. حالا اگه بالا پایین، چپ و راست، هر زاویه که دلم میخواد رو میتونم باهاش انجام بدم با این کار. پس چی شد؟ یه سری ابزارها رو الان یاد گرفتیم که تو همین چند دقیقه که من درس دادم، قبل از اینکه وارد این هاتکی‌ها بشم، قبل از اینکه اینا رو بهتون بگم، میدونید که اصلا فقط من دارم با اینا کار میکنم. یعنی شاید تو یه دقیقه که من وایستادم 30 ثانیه‌اش مثلا کاری انجام نمیدم، شاید 50 بار از این حرکت‌ها استفاده می‌کنم. پس چی؟ یه سری چیزایی که واقعا ضروریه بچه‌ها. شما دستتون بای دیفالت وقتی وارد نرم افزار مکس می‌شید، یه انگشتتون باید رو Alt باشه، چون همش در حال روتیت کردنید، همش در حال ویو پورت عوض کردنید. ویو پورت عوض کردنم هاتکیش Alt و W هست. شما با Alt و W و موستون رو هر جا ببرید میتونید اون ویوپورتتون رو عوض بکنید. این من موستم رو میارم اینجا، Alt و W بزنم، یا توی این ویوپورت برای من قرار میگیره. اگه بخوام زوم کنم Alt و Z میزنم، میاد واسه من زوم انجام میده. اگه بخوام ایزوله کنم میام Alt و Q میزنم واسه من ایزوله بکنم. پس Alt یکی از کلیدی ترین دکمه هایی که ما توی نرم افزار مکس باهاش کار میکنیم. یه چند تا گزینه گفتم، یه بار دیگه بذارید به صورت کلی بهتون بگم چون خیلی مهمه. پن، کلیک درگ در واقع اسکرول بار موستون هست، اوربیت در واقع
همون پن رو شما وقتی انجام بدید آلت رو باهاش بگیرید این اتفاق میفته و زوم که بهتون گفتم اینجا هم بهتون نشون دادم. یه چیزی داریم به نام زوم اکستند. زوم اکستند چیه؟ وقتی که من یک مقدار آبجکت زیادی توی صحنه‌ام داشته باشم و بخوام روی یک آبجکت خاص کلیک بکنم، بچه‌ها روی آبجکت خاص زوم بکنم، در واقع مثلا من الان توی این زاویه قرار دارم، میخوام این تیپات کوچولویی که اینجاست یهو بیام روش، نمیخوام زوم کنم دونه دونه اینجوری مثلا به این زاویه برسم تا مثلا بهش برسم، میخوام یهوی از همین زاویه‌ای که مثلا قرار دارم این شکلیه بیاد روش واسه من قرار بگیره. فقط کافیه سلکتش کنم. سلکتش که کردم این زوم اکستند رو وقتی من بزنم میاد یهوی واسه من همون آبجکتی که سلکتر رو پیدا میکنه و روش زوم میکنه. هاتکی این کار چیه؟ کلید زد. زد رو شما اگه به صورت خالی بزنید بدون اینکه آلت باشه بزنید یهو میاد واسه تون زوم اکستند رو انجام میده. یه دونه گزینم داریم کنارش، زوم اکستند آله. زوم اکستند آلو بزنم میاد واسه من چیکار میکنه؟ میاد یهو تمام آبجکتایی که توی صحنه من هست رو همزمان با هم یه جورایی زوم اکستند رو روشون انجام میده. خب یه هاتکی دیگه که بخوام بهتون بگم، شما اگه بخواید یک شیئی رو، یک آبجکتی رو روتیت بکنید توی صحنه‌تون و بخواید با یک زاویه خاص این کار رو انجام بدید، میتونید از انگل اسنپ استفاده کنید. بچه‌ها انگل اسنپ چیکار میکنه؟ میاد در واقع یه اسنپی روی اون زاویه‌ای که دارید روتیت رو انجام میدید میذاره. حالا اسنپ چیه؟ جلوتر کامل بهش میرسیم، الان وقتش نیست بخواییم اسنپ رو یاد بگیریم، ولی در این حد بدونید که میاد مثلا بین زاویه هایی که دارید یه درصد خاصی رو مشخص میکنه. مثلا ببینید از 120 میره رو 125، 130، حالا اینجا الان منفی شده و واسه اون 5 تا 5 تا یه استپ میزنید، اینجوری خیلی راحت تر میتونید روتیت بکنید. کلید میام برش چیه؟ A. شاید به مقدار به نسبت بقیه یه ذره کم استفاده تر باشه، ولی اینم جالب بود که بدونید انگل اسنپ رو که با چه دکمه‌ای میتونید از هاتکیش استفاده بکنید. هاتکی بعدی که میخوام بهتون بگم هاتکی اسپیس هست. اسپیس میاد چیکار میکنه؟ اسپیس میاد واسه ما سلکشنمون رو لاک میکنه. ببینید این پایین هم قرار داره سلکشن لاک. وقتی که من اسپیس رو بزنم دیگه هیچ چیزی توی صحنه من سلکت نمیشه، فقط اون آبجکتی که دارم، مثلا اگه توالت موو باشه شاید موو بشه، شاید رود اسکیل بشه یا هر کار دیگه ای، ولی هیچ آبجکت دیگه ای توی صحنه من سلکت نمیشه. ببینید چون من اگه بیام توی کیو هیچ آبجکت دیگه ای رو نمیتونم سلکت کنم. چرا؟ به خاطر اینکه سلکشن لاک رو اینجا زدم و هاتکیش اسپیس هست که با زدن اسپیس و سلکشن لاک میتونم ازش خارج بشم. الان ببینید دوباره میتونم همه چی رو سلکت بکنم. خب یه سری دکمه داریم روی کیبورد F3 و F4 که میان لاین ها و خطوطی که روی اون آبجکت ها و شیء ها قرار داره رو بهمون نشون میدن. F3 این کار برای ما به صورت اینکه بدون اینکه خود واقعیت اون آبجکت رو ببینیم با میاد برامون انجام میده، یعنی هیچ رنگی دیگه وجود نداره، فقط خطوط اصلی که اون آبجکت رو تشکیل دادن رو میاد بهمون نشون میده. ببینید که از چه ساختاری مثلا میتونیم ببینیم تشکیل شده. این مثلا مکعبی که ما اینجا داریم از این چند تا لاین، از این چند تا خط تشکیل شده. میاد خطاشو به همون نشون میده. F4 میاد چی کار میکنه؟ F4 میاد همزمانی که ما اون آبجکت رو به صورت رنگی میبینیم میاد اون لاین هاش رو، اون ساختارش رو دوباره روی همون به همون نشون میده. ببینید توی قسمت های مختلف مشخصه، خیلی ازش استفاده میکنیم این رو، ولی اینو یادتون باشه که اینا فقط توی ویویی که توش قرار دارید هستن بچه ها، یعنی توی رندرتون پس فردا ازش استفاده نمیشه، یعنی خطاتون توی رندرتون نمیفته، اینا همه به اون ویوی که توش هستید فقط بستگی داره. اگه از این ویو خارج بشید توی رندرتون هیچ تأثیری نمیذاره. خب بریم سراغ آخرین مبحثی که توی این جلسه میخواییم بهش بپردازیم، یعنی کنترل زد. کنترل زد در کل توی اکثر نرم‌افزارا، توی تمام نرم‌افزارا تقریبا میاد برای ما آندو انجام میده. آندو یعنی چی؟ یعنی یک بار اون کاری که انجام دادیم میاد به سمت عقب. من الان اگه یه دونه کنترل زد بزنم میبینید که یه باکسی که قبلا اومده بودم کشیده بودمش پاک شد. ببینید الان یه کنترل زد میزنم و یک بار اون کاری که من انجام دادم توی نرم افزار میاد به حالت قبلش.
اگه یه بار دیگه این کار انجام بدم این اتفاق بیفته، اگه یه بار دیگه انجام بدم این اتفاق، یک بار دیگه، یک بار دیگه و یک بار دیگه. خب یه نکته حالا راجع به کنترل زد بذارید بهتون بگم بچه‌ها. مثلا من اومدم این چند تا باکس رو ایجاد کردم و توی این ویو قرار گرفت. الان اگه کنترل زد بزنم تمام کارهایی که توی نرم افزار کردم همش داره به سمت قبل برمیگره، ولی این دیدی که عوض کردم برنگشت. برای اینکه دیدتون رو بیاید توی نرم افزار مکس عوض کنید باید از شیفت و زد استفاده کنید. شیفت و زد میاد آندوی دیدتون رو در واقع انجام میده. کنترل زد هر کاریه که شما توی نرم افزار ایجاد کردید، هر تغییری که توی نرم افزار روی صحنه‌تون دادید نه روی دیدتون، چون اون دیدی که دارید به صحنه اون بحثش سواست که گفتم با شیفت و زد میتونید این کار رو انجام بدید. یه نکته دیگه که بخوام بهتون بگم، کنترل وای بچه ها برعکس کنترل زد کنترل وای هست. شما اگه یک کار رو انجام دادید کنترل زد زدید و خواستید دوباره به حالت قبلی برگردید، با کنترل وای میتونید این کار رو انجام بدید. راجع به اون ویو هم که گفتم با شیفت و زد میتونید ویوتون رو برگردونید، با شیفت و وای دوباره دقیقا میتونید ویوتون رو به حالت قبلش برگردونید. در کل کنترل زد برعکسش میشه کنترل وای، شیفت و زد هم همینطور برعکسش میشه شیفت و وای. و آخرین نکته ای که راجع به کنترل زد باید بدونید رو بذارید بهتون بگم، توی منوی فایل توی تب پریفرنسز شما اینجا یه سری تنظیمات دارید، سین آن دو برای کنترل زدتون است. بای دیفالت این رو 500 قرار داره. 500 یک مقداری نرم افزارتون رو سنگین میکنه. بهتره که شما بیاید این عدد رو پایین‌تر بذارید، مثلا رو حالا من گذاشتم رو 100، میتونید رو 150 200 بذارید. بیشتر از 200 بار اگه فکر میکنید که نیاز دارید به آن دو کردن، بدونید که اشتباه دارید کلا اون کار رو انجام میدید و نباید دیگه بیشتر از یه تعداد خاصی انجام بدید. حالا 100 هم که من گذاشتم با زیاده، ولی رو میگم عدد بالاتر از 200 نذارید، سنگین میکنه یک مقدار نرم افزارتون، چون در واقع کنترل زد داره چیکار میکنه، میاد اون حافظه قبلی که شما روی کار انجام دادید میاد از اون حافظه‌اش استفاده میکنه و کار قبلیتون رو هی برمیگردونه. حالا هر چقدر شما بخواید این حافظه بیشتری رو داشته باشه و کارهایی که انجام دادید رو بیشتر به ذهنش بسپاره این نرم افزار، طبیعتاً سنگین تر هم میشه. برای همین هر چقدر این عدد کمتر باشه سریعتر میتونید کار کنید، ولی حالا روی عددی مثل 100 بذارید اوکیه، ایراد نداره و میتونید ازش استفاده بکنید. یه نکته ای هم راجع به همین کنترل زد بهتون بگم بچه ها، سعی کنید خیلی به کنترل زد وابسته نشید، سعی کنید خیلی به پاک کردن اشتباهاتتون وابسته نشید، به خاطر اینکه اینجوری یاد میگیرید هر کاری که میخواید انجام بدید رو درست انجام بدید. توی یه سری نرم افزارا مثل لومیون ما اصلا کنترل زد نداریم، یه بار فقط شما میتونید آن دو انجام بدید که حالا باز خوبه از یه سری جهات، از یه سری جهات بده. یاد میگیرید درست هر کاری میخواید انجام بدید و در کل میگن خیلی به کنترل زد عادت نکنید، خیلی چیزه آنچنان خوبی نیست ولی به کار میاد بعضی جاها. خب خیلی ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه هنوز ما رو سابسکرایب نکردید حتما ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید ویدیو رو اگه خوشتون اومده و سوالی نظری اگه دارید حتما برامون کامنت بذارید. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید. تا قسمت بعدی آموزش نرم افزاری 3D Max خدا نگهدار.